شکار زیردریایی آمریکا توسط تور ماهیگیری. آقای دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در رابطه با ورود زیردریایی هسته‌ای ایالات متحده آمریکا به خلیج فارس و همچنین عبور زیردریایی اسرائیلی از کانال سوئز مصر به سمت خلیج فارس و مانور مشترک آمریکا و عربستان در منطقه بیان کرد. چنین اتفاقی اولین بار نیست که رخ می‌دهد و هیچ وقت نبوده که خلیج فارس خالی از حضور بیگانگان باشد. انگلیس و آمریکا در خلیج فارس پایگاه زدند و هر کجا که این دو کشور حضور داشته باشند به این مفهوم است که اسرائیل نیز نفوذ کرده. این پایگاه‌ها در اسم به نام انگلیس و آمریکا هستند، اما رسماً در دست اسرائیل می‌باشند. البته که ما اسرائیل را کشور نمی‌دانیم، بلکه بخشی از هویت ایالات متحده آمریکا در غرب آسیا است. در نتیجه این موضوع برای ما نه جدید است و نه جدی. هنگامی که دستمان خالی بود، ابزار تکنولوژیک نداشتیم و توانایی مقابله نیز در ما وجود نداشت. آمریکا و اسرائیل نتوانست کاری از پیش ببرند. اکنون دست ما پر است. همانطور که از چندین کیلومتر بالاتر در آسمان هواپیمای آمریکایی را به پایین می‌کشیم، در عمق کمتری در خلیج فارس به سادگی می‌توانیم با تور ماهیگیری نهنگ آمریکایی‌ها را شکار کنیم. بنابراین از این جهت نگرانی چندانی نخواهیم داشت. این نکته که این زیردریایی هسته‌ای است یا خیر، نقطه نگرانی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است که وابسته به برداشت آب از خلیج فارس و دریای عمان هستند. اگر انفجاری در آن منطقه رخ دهد و خدایی را کرده آب‌های منطقه به مواد رادیواکتیو آلوده شود، آبشیرین‌کن‌های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از بین خواهد رفت و شرایط آنها بغرنج می‌شود. هنگامی که دشمن به ما نزدیک می‌شود، اطمینان خاطر ما افزایش می‌یابد، چرا که در دسترس ما می‌آید. اما زمانی که دشمن از ما دور است، نگرانی‌های ما بیشتر می‌شود تا مدار 30 درجه شمالی اقیانوس هند مدار امنیتی ایران است و هر چیزی از این مدار وارد شود، چه زیردریایی چه ناو هواپیمابر در تیررس ما است. قطعاً آن را نخواهیم زد، بلکه آن را می‌گیریم و متعلق به خود می‌کنیم. برای دانستن تازه‌ترین‌ها در ایران، منطقه و جهان و حمایت از ما، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کرده و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شید.